خسته. از راه رفتن روی خطوط قالی خسته شده بود. سالن پذیرایی خانهش توسط دو قالی 12 متری به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. قسمتی مبل ها و تلویزیون و قسمت دیگر هیچ. اگر فیلسوفی در اینجا زندگی می کرد، حتما این دو قسمت را به هستی و نیستی تشبیه می کرد و کتابی می نوشت. او برای راه رفتن وسط دو قالی، یعنی دقیقاً وسط سالن را انتخاب کرده و به نظر بهترین انتخاب زندگیش همین بود، چون یا این طرف سالن روی مبل دراز می کشید و فیلم تماشا می کرد، یا آن طرف سالن ساعتها می خواند یا می نوشت و این مرا عصبی کرده بود. او حالا دیوانه شده بود. 2 ماه بود که دیوانه شده بود. حال اگر خوردن و خوابیدن و دیگر کارهای ضروری را در نظر نگیریم، او فقط برای سیگار کشیدن از این محدود خارج می شد. همیشه ازم می پرسید سیگار کشیدن ضروری نیست؟ اگر ضروری نیست پس چرا می کشیم؟ بدون منتظر ماندن جواب به فکر فرو می رفت و قدمهایش را از نو بر می داشت. میانه‌های روز متوجه فاصله دوغالی شدم. از راه رفتنش میان دوغالی فاصله افتاده بود. برای سیگار کشیدن به کنار پنجره رفت. همیشه برای سیگار کشیدن کنار پنجره می رفت. وقتی برگشت پرسید زندگی کردن ضروری نیست؟ و بدون اینکه جوابی بدهم دوباره راه رفت. این بار میان فاصله های دوغالی راه می رفت. شب رخت خوابش را در آن طرف خانه که هیچ چیز نبود پهن کرد و خوابید. او دیگر هیچ وقت بلند نشد. از راه رفتن خسته شده بود.